خیلی متشکرم. سلام خانم عزیز. زنده باش. یک جشنواره ای حالا چندمین دورش هستش که داره برگزار میشه، جشنواره اکشن آن فیلم که حالا توضیحاتی داره که این جشنواره با هدف برقراری ارتباط حرفه‌ای و مفید میان فیلمسازان و صنوف مختلف در سینما به شکل جهانی برگزار میشه. یه سری قوانین هم داره، چون حالا بعضی وقتا تو بعضی از جشنواره ها ما میبینیم که چون برای دومین بار هستش که توی این جشنواره یک بخشی به نام سینمای ایران اختصاص پیدا کرده، قوانینی هم که داره. حالا بعضی وقتا تو بعضی از جشنواره ها میبینیم که فیلم هایی که از برای ایران ساخته میشه یا از ایران میره، حالا یا یه جاهای سیاه نمایش خیلی قلف شده یا اینها، قوانینی که داره اینه که به هیچ وجه نگاه سیاسی، منفی و سیاه نمایی از ایران رو نداشته باشه. ما الان یه گزارش کوتاهی از این جشنواره می‌بینیم، بعد که برگشتیم انشالله از طریق ارتباط اسکایپ با یک خبرنگارانمون در این خصوص گفتگو می‌کنیم. چقدرم عالی. بفرمایید گزارش رو با هم ببینیم. سفران و همراهان ما. ما هم با شما همراهیم. سال گذشته 12 جشنواره بین المللی AOF در حالی برگزار شد که بخش پر افتخار سینمای ایران رو برای اولین بار در خودش جا داده. سال گذشته در همین زمان سینمای ایران افتخارات زیادی رو آفرید، از جمله جایزه بهترین کارگردان زن برای خانم پوران درخشنده، جایزه بهترین فیلمساز اول برای آقای شهاب حسینی و جایزه بهترین بازیگر برای آقای شهاب حسینی. در بخش فیلم‌های کوتاه، مستند، تجربی و انیمیشن هم همونطور که مستحضر هستیم جوایز متعدد رو برای سینما ایران داشتیم. امسال 13 جشنواره بین‌المللی AOF در حالی برگزار میشه که برای دومین بار بخش ایران رو در خودش داره. خانم پیروند سلام علیکم. من نمیدونم ما تصویر رو نداریم الان. بله الان ارتباط. بله سلام خانم. بینندگان عزیزتون خوبی سلام. خانم پیروند سلام، وقتتون بخیر. خیلی ممنون، من خوبم، وقت شما هم بخیر. متشکرم. خب ما دلم میخواد که در خصوص این جشنواره اگر اشتباه نکنم و درست تلفظ بکنم اکشن آن فیلم، درسته؟ بله، جشنواره AOF یا اکشن آن فیلم. خب یه توضیح میدین در مورد این جشنواره چی هست اصلا؟ این جشنواره یک جشنواره بین المللی هست که در آمریکا برگزار میشه، هر سال 13 سال برگزار میشه و از کشورهای مختلف جهان در بخش‌های اصلی و مختلف این جشنواره شرکت میکنن، بخش‌های فیلم نام نویسی و فیلم داره. اما از سال گذشته طی تماسی که با در واقع دوستان با من داشتن قرار شد که فیلم‌های ایرانی رو به این دوستان معرفی کنیم، که من اصلا پیشنهاد کردم چون تعداد فیلم‌های خوب ایرانی که ارزش دیده شدن رو دارن توی بخش‌های مختلف زیاد هستن، این دوستان بخشی رو مجزا اصلا برای سینمای ایران اختصاص بدن که خوشبختانه استقبال شد هم در ایران و هم در آمریکا. بسیار هم عالی. چقدر عالی. خانم پیربند اولا خسته نباشین، سپاسگزار، چه اقدام خوبی، دست گل شما درد نکنه. ما اینجا از ایران به شما و همه اونهایی که همراه شما هستن سلام میکنیم و بی نهایت خوشحالیم به خاطر اینکه یک چنین فعالیتی رو آغاز کردین. من میدونم که بسیاری از مخاطبین غیر ایرانی خیلی علاقمندن به سینمای ایران. بله. و به کارهای بسیار بارز و برجسته ایران.
حالا در واقع میخوام ببینم شما در رابطه با این مخاطبین و سلیقه اونها آیا اومدین فیلم ها رو انتخاب کردین یا بیشتر احتمالاً به ایرانیانی فکر کردین که ساکن اونجا هستن و دوست دارن که فیلم های در رابطه با وطن خودشون تماشا بکنن؟ سوال خوبی بود. حقیقتش رو بخواین من فکر کردم که این شانس رو از همه فیلمسازان نگیریم. بنابراین من با اجازه که از جشنواره خواستم در ایران فراخوان اعلام کردیم. یه فراخوانی رو به زبان فارسی برای بخش ایران اعلام کردیم با شرایط ویژه. خب اینا ورودی سنگینی داشتن برای کشورهای مختلف. اونا رو اصلا ما برداشتیم تا حد زیادی و یه مبلغ خیلی کمی فقط فیلمسازایی که میتونستن فیلمشون در واقع اپروف شده بود و رفته بود توی بخش مسابقه. بنابراین میتونستیم تعداد زیادی فیلم و فیلمساز داشته باشیم از ایران. فراخوان رو که اعلام کردم، یک صندوق پستی هم در تهران اعلام کردم و یک دفتری که دفتر پایگاه حمایت از فیلم کوتاه مستقل حسن آقای مهدیار محمدی که فیلمسازای مختلف بتونن فیلماشون رو اونجا در واقع تحویل بدن یا به اون صندوق پستی. بنابراین تعداد زیادی فیلم از ایران داشتیم. در رابطه با انتخاب کاری که من کردم، فکر کردم بهتره که ما انتخاب نکنیم. بهتره خود تیم جشنواره انتخاب بکنن. چون اگر ما انتخاب، خب به تبع ممکن بود فیلمسازای خاصی، به هر حال سلیقه های ما، فکر کردم اونها بهتره که انتخاب بکنن تا بسیار عمالی. ما تو حالا اطلاعات جشنواره که میخوندیم این بودش که یه قوانینی رو وضع کردیم که این فیلم ها سیاه نمایی از ایران نباشه، سیاسی نباشه، چهره منفی و بدی رو از ایران نمایش نده. این قانون حالا طبق چه فرایندی در نظر گرفته شد؟ این شاید خنده‌دار باشه. توی یه نشستی که ما داشتیم، توی خاطراتی که همه ما داشتیم و این دوستان از ایران داشتن، شناخت خوبی شاید از ایران نداشتن بعضیاشون. بعضی اصلا ایران رو نمیشناسن. من خودم قبلا با فیلمام خیلی کشورهای مختلف رفتم. ناراحت میشدم از این که وقتی وارد یک جایی میشم به من میگن آخه تو ایرانی هستی، زنم هستی، فیلمسازم هستی. فکر میکردن اتفاقای خیلی بدی مدام افتاده. درسته، به هر حال هر کشوری قوانین خودش رو داره، ایران ما هم قوانین خودش رو داره، ولی این نبود که اونا فکر میکردن. خب یه تعدادی هم فیلم دیده بودن که درسته فیلم های خوبی بودن، ولی ایرانو طوری نشون داده بودن که همه ما انگار تحت یه فشار سنگینی هستیم یا همه خانواده ها مشکلات سیاسی دارن و از این دست. بنابراین من فکر کردم خیلی بهتره که، یعنی هم تیم ما تصمیم گرفتیم این فکر رو بکنیم، بهتره که فیلم هایی که اصلا تصویر بدی از ایران نشون نمیدن، اون چه جامعه ایرانی هست، از عشق، از زندگی، از پویایی، اونو نشون بدن. بنابراین فیلمایی که اون موارد رو داشتن رو اصلا نپذیرفتیم. خیلی خوب، چقدرم خیلی عالی. همین که خیلی اصلا عالی. باید ما یه تبریک ویژه و یک تشکر بکنیم از سرکار خانم پیروند و بقیه دوستان هموطن ایرانیمون که اونجا هستن. الان در لاس وگاس هستین شما، درسته؟ الان دیگه برگشتم، الان الی هستم. الان الی هستم. تشکر بکنیم ازشون که اینقدر از همون راه دور حواسشون به ایران، به کشورمون، به اینکه چه تصویری از کشور ما، از زنان کشور ما داره در جهان منعکس میشه هست و واقعا جای تشکر داره. ممنونم ازتون. خانم پیربند، من هم مثل همکار گلم جناب ستوده از جانب خودم، از جانب همه همکارانم اینجا بسیار سپاسگزارم. علتش رو هم به شما میگم، برای اینکه دارید زندگی مردم ایران رو هم به عنوان جزئی از انسان‌های این کره خاکی با همه مشابهت‌ها و نقاط تفاوتی که وجود داره به نوعی منعکس میکنید. سپاسگزارم از این که این پل ارتباط و دوستی رو بین ملت ما و دوستانی که اونجا حضور دارن و زندگی میکنن زدید و سپاسگزاریم از شما که پیام دوستی ما رو به اونها ابلاغ میکنید. ممنون شما. خواهش میکنم. به هر حال هر کسی یک رسالتی داره و ما به عنوان فیلمساز رسالت اولمون برقراری دوستی و صلح هست و ارتباط درست و منطقی انسان ها با هم دیگه. کاملا درسته. خیلی متشکرم. روز شما بخیر خانم. خدا نگهدار شما. به دوستانمون در لس آنجلس سلام برسونید. متشکرم. خیلی ممنونم از وقتی که اختصاص دادین برای این جشنواره. ممنون شما. روز شما بخیر. اینجا شبه ولی خانم پیربند در روز به سر میبره. بسیار هم. ولی کماکان پیام های دوستی داره منتقل میشه. بله خیلی هم. این هم زیبایی برنامه با همستان. زنده باشی. خب بریم به سراغ یکی دیگه از بخش های برنامه‌مون که دوستان خوبمون در گروه دوبلاژ محبت کردن تشریف آوردن.